اون تست MBTI که آقای جوادی پور اشاره کردن قطعا توی ادامه کلاس که تو محتوای فکر کنم آخر کلاس آخر این دوره هم میشه یه بحث مفصلی در مورد تیپ ها داریم و اینکه کدوم تیپ ها توی کریپتوکارنسی و اصلا تریدینگ میتونن موفق تر باشن. اون اسلاید رو من حواسم هست که کامل بهش برسم و خدمتتون عرض شود که این ریسک پذیریه شاید الان توی یه سری کوین های و توکن های تو تاپ 10 باشه، تو تاپ 5 باشه که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب خیلی راحت اگر کسی حالا یه مقدارم رو بازار مسلط باشه احساس میکنه که من دارم آدرس XRP رو میدم و شاید مثلا من تعلق خاطری به این دارم، نه منم به اندازه سرمایه‌ای که دارم خرید کردم روی این سر، منتظرم که رشد خوبی انجام بده و تحلیلایی که میخونم تحلیلای جالبیه. اینی که حجمش 3 برابر شده حجم معامله، خب یعنی چی؟ یه سری فروختن یه سری خریدن دیگه، یه سری اخبار بد دادن در خصوصش و حالا این قصه ها پیش اومده یه دفعه ریخته، شاید دادگاه اسفند ماه به نفع XRP هم تمام نشود، باز بتونن یه کلیم دیگه ای انجام بدن. اما پیش بینی ها اینه که میتونه تا یه عددی بین مثلا من خیلی ترسیدم این عددم خوندم $100 رشد بکنه، الان 20 سنته. شاید همین اتفاق اون همه سال قبل در خصوص بیت کوین اگر کسی داشت، اگه میگفت $1,000,000 میخندن بهش، میگفتن مجنونه. یا همین بحثای $100 و $200 اگر میخوند جایی شاید براش عجیب بود، همونطوری که اون یارو پیتزا فروشه بود که گفتم داستان روز پیتزا 22 می 2011 بحث این پیش 2010 بحث این پیش اومد که یه کسی 10,000 تا رو گذاشته و 2 تا پپرونی میخواست، بعد یه کسی دیگه تو انگلیس گفت من برای 2 تا پپرونی میخوام $45-6 میشده، خریده اون میزان بیت کوین هم زده به حساب اینا، سر کوچه‌شون سر کوچه کسی که 10,000 تا بیت کوین داده بود براش 2 تا پیتزا میخره. اون 10,000 تا رو نگه میداره زمانی که $100 میشه با $1,000,000 از بازار خارج میشه. الان حس و حال این آدما یا اونایی که گم کردن ببینید قصه‌های عجیبیه، شاید کسی باورش نشه و این اتفاق شاید روی یک سری ارزا بیفته که میتونه همون که گفتم مسیر زندگی یه خاندان رو عوض بکنه. تأکیدم به این مسئله اینه که از فرصت استفاده کنیم. حالا اینو من هی این تیکه رو میگم میخوام یه نهیبی باشه، این تو بورس اکثر آدمایی که من باشون برخورد میکنم عددهای بزرگی رو از دست دادن یا زده به اصل سرمایهشون، خب خیلی اتفاق خوبی نیست دیگه، هر کدوم با یه آینده و امیدی اومدن تو این بازار و قسمت موندهی رو از دست دادن. علتش هم اینه که اکثر آدم ها تیک پروفیت نداشتن، یعنی که احساس نکرده که از یه جایی به بعد میتونه از بازار خارج بشه. تکنیکایی تو بازار بورس و به صورت خاص رو حوزه تحلیل تکنیکال خیلی خیلی خوب جواب میده، یکیش الیوت ویو، امواج الیوت، که خیلی استفاده داره. نسبت فیبوناچی در امواج الیوت و گارتلی استفاده میشه، حالا جلوتر با هم میبینیم و همونطور که مشاهده میکنید الیوت متأثر از روانشناسی جمعیه، امواج الیوت، موجهای الیوت متأثر از روانشناسی جمعیه، یعنی یک جامعه در یک اندازه وسیعی رفتار تکرار شونده ای داره، یعنی چه اشتباه چه کار درست رو بعد از سیکلای خیلی بلند دوباره و چند باره تکرار میکنن و خب این اتفاق میفته. و جالب اینه که بدونیم تو حوزه روانشناسی معاملات و به صورت خاص مالی رفتاری خیلی به این مسئله جدی نگاه میکنن، چون میگن اتفاقاتی که در گذشته افتاده میتونه چراغ راه آینده باشه و میان ازش استفاده میکنن. این شعار البته بچه تکنیکالیست هم به مراتب ازش استفاده کردن. خدمتون عرض شود که اینجا ما یه بحثی داریم به نام عدد فی. عدد فی احتمالا شنیدین دیگه، عدد طلایی رو که خیلی هم ازش استفاده میکنن. بحث چیه؟ اینی که آدم هایی که میگن خیلی مثلا این آدم ها مثلا به درد مدلینگ میخورن، اینا رو استفاده میکنن برای تبلیغ یک سری کالا و خب همه توجهشون جلب میشه به اینا که چه مثلا چی میگن طرف خوشتیپه زیباه. و این بر اساس چی هست؟ دقیقا بر اساس این نسبته، همونطور که مشاهده میکنید تو عکس این صفحه سمت چپ شما یک
تصویر صورتی رو میبینید که اومده بر اساس این از اعداد فیبوناچی. ببینید ما دو تا موضوع داشتیم، یه دونه الیوت داشتیم که جلوتر با هم میبینیم موجا رو. اعداد فیبوناچی اومده چیکار کرده؟ میگه این نسبت فک به گوش یا اون نسبت مربعهایی که در الان اینجا اگر موس منو ببینید روی شقیقه هست، اومده پیشونی یک مربع بزرگتری به نام پیشونی رو ساخته و یک مربع بزرگتری به نام جمجمه، و همینطور که میبینید این چرخی که داره میزنه همین اتفاق داره تکرار میشه. حتی جالبه توی این صفحه بالایی هم که نگاه کنید توی منظومه شمسی هم همین نسبت بین ستارگان وجود داره. خب حتی جالبه بگم برای دست هم این بندها و اینکه از مچ دست به بعد به تا سر این بند انگشت هم این نسبت برقراره و این عدد 1.618 یا 0.618 که همون 618 رو هی داره تکرار میکنه، این به عنوان یک نسبت مهم هست. در این تصویر بالا اگر نگاه میکنید، اگر مشاهده بفرمایید، یک تصویر هوایی از اهرام ثلاثه مصر هست، میبینید این اهرام هم به این صورت با همین نسبت ها ساخته شدن. یه جایی آدم شک میکنه که جریان چیه که این همه این نسبت تکرار شده تو طبیعت. حتی شما این پایین تر هم که نگاه بکنید گل آفتابگردون، اون نسبت قرار گرفتن این تخمه های گل آفتابگردون توی خود کاسبرگ و همچنین این کندوی زنبور عسل، اون لونه هایی که ساخته شده، اینها هم از این نسبت بهره بردن. و خب پس یه عددی که تو طبیعت وجود داره، نسبت میوه کاج. و براتون جالبه بگم که فاصله بیت المقدس که حالا قبله اول مسلمین بود و تغییر پیدا میکنه به کعبه، این نسبت هم حالا یه سری دوستانی که علاقمند به این موضوع و موضوع و مسائل دینی بودن رفتن بررسی کردن، دیدن این هم از این نسبت پیروی میکنه. و خب این داستان انقدر پیچیده میشه و جذاب میشه برای کسایی که تو این حوزه کار میکنن که میان بررسی کنن آیا به قولی چی میگن این آقای لئوناردو فیبوناچی که در سال 1175 میلادی متولد شده که به عنوان یک ریاضیدان نابغه در غرب ازش یاد میکنن، چجوری به این نسبت رسیده. و جالب این که ایشون طی سفری که به مصر داشته میره و متوجه این جریان میشه و این سری رو پیدا میکنه. این سری چجوری به دست میاد؟ شاید احتمالا شما این داستان خرگوش رو شنیدین. میگن یه مسئله ریاضی هست، میگن یه جفت خرگوش رو میندازن، نرماده میندازن توی یک محیطی که هیچ خطری براشون ایجاد نشه، میتونن زندگی کنن. هر یک ماه اگر اینا مثلا یک جفت چیز به دنیا بیارن، خرگوش به دنیا بیارن و اونها بتونن ماه بعدی هم، یعنی دوتا که به دنیا اومدن، یه جفت دیگه به وجود بیارن، بعد از مثلا یه بازه زمانی چه تعداد خرگوش میتونید شما ببینید؟ خب یه سوال پیچیده یه به این راحتی نیست و خب پاسخی که بهش داده میشه باید کاملا بر پایه مباحث ریاضی باشه. من اینو میخوام اینجا بنویسم برای شما که خیلی قشنگ و ساده شما اگر من یه خواهشی دارم، ماشین حسابه به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد، ماشین حسابای خودتون رو کامپیوترتون رو بیارین بالا. ببینید نسبت اینه: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 44, 65 و همینطور میره جلو این نسبت. این چجوریه؟ نگاه کنید وقتی شما دو تا عدد اولش، یعنی 0 رو به اضافه 1 کرده شده 1، عدد بعد از هر کدوم یعنی جمع دو رقم قبلیش به جز دو عدد اول، 1 به اضافه 1 کرده شده 2، 2 به اضافه 1 کرده شده 3، 3 به اضافه 2 کرده شده 5، 5 به اضافه 3 به اضافه 5 کرده شده 8،
همینطوری رفته جلو تا این عدد، این سری ادامه داره. این سری خیلی همین به قول معروف پیچش هایی که شما تو تصویر میبینید و این نسبت ها بر اساس این عدده. و حالا فارغ از اینکه این عدد همینطوری این سری داره میره جلو، یه جذابیت دیگه هم داره، اینکه این اعداد مثلا من اینجا یه تقسیم بکنم از یه رده به بالاتر، شما مثلا 13 رو تقسیم بر 8 میکنی میشه 1 و 625. 13 تقسیم بر 8 مساوی 1 و 625. حالا بقیه اعداد هم تو همین رنجه، یعنی این رشته اعداد به غیر از اینی که خصوصیتشون این هست که با دو به جزء عدد اول بقیه اعداد با جمع عدد قبل خود هستن و ترکیبش میشه عدد بعدی این سری، تقسیم هر کدوم از این آرایه ها به آرایه قبلی میشه 1.6. حالا یه خورده ای هم بهش میخوره که شامل این تقسیم میشه، ولی شما توی این زیر چه تقسیم این 1.6 رو میبینی. 1.6 بعد از مدت یه جذابیتی برای کسایی که تو بازار سرمایه فعالیت داشتن میشه که تو بازار کلا تو بازارهای مالی، اینکه آیا این جریان میتونه به ما کمک کنه در پیش بینی روندهای قیمتی، که بله این اتفاق افتاده. یعنی همین 1.6 که شما میبینید در دو تا الگوی گارتلی پترن و الیوت ویو میبینید وجود داره. این نسبت ها که الان من یه مدلش رو براتون اینجا بیارم بالا که بتونید ازش هم استفاده کنید، الیوت ویو شامل 5 موج صعودی یا نزولی هست. عذرخواهی میکنم، ببخشید. این موج رو من تونستم الیوت ویو رو یه نمونه براتون بیارم. خب یه لحظه این استاپ شیر بزنم اسکرین منو شما ببینید. این الیوت ویو رو که بزنید، چه در حالت ایمیج چه در حالت آل که بزنید، برای شما یک سری نمونه های مربوط به این موج رو میاره. حالا من روی یکیش کلیک کردم، میخوام یکیش بزرگ شه که روی اون کامل توضیح بدم. ببینید این امواج به این صورته که یه موج به صورت موج یک میره بالا، یه موج اصلاحی دو داره. یه موج دو که اصلاح میشه شروع موج شماره سه هست و همونطور که میبینید سه دوباره یه اصلاح موج چهار داره و در نهایت به موج پنج ختم میشه. شاید تو تحلیل تحلیلگرای مطرح خونده باشین که خب این پنج تا موج به قولی مثلا یه ریز موج شماره یک از شماره سه. یه تحلیل اینجوری میکنن که خیلی یه سری هستن که اصلا متخصص حوزه امواج الیوت هستن. این نسبت، من این عکسم سیو بکنم براتون به اشتراک بذارم روی خدمتتون رسید همین پلتفرممون، همونطور که مشاهده میفرمایید ببینید موج یک شروع شده، اینجا بالاش نوشته یک، موج دو اصلاحی 618 صدم طول قد شماره یک اصلاح میکنه میاد پایین و میگه اگر توی این از بیشتر از این شد احتمالا پترن شکسته است. حالا نمیخوام برم تو تحلیل تکنیکی، اینقدر این پیچیده است که کلا ما رو از هدفمون دور میکنه تو کلاس. و بعد میگه که موج 3 که داره میره بالا از 2 به 3 1.618